بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي الله أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه أمير المؤمن عليه أفضل صلوات المسلين صلوات يدي بفرمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج بحث ان وجوه دلالة حديث قدير بالخلافة أمير المؤمنين بحث یکی بخشی شد چند جلسه بیش گفته بودیم بعد به خاطر بحث ابن جوزی نگهش داشتیم اینی که حدیث قدیر چه قرائنی برای حکومت داره برای ارز کنم خدمت شما خلافت امیر المومین داره یکیش اینه که آیه ابلاغه یا یا رسول بلغ ما اون زلیلی که من ربک و این لم تفعل فما بلغ تر والله الله یعصم و اینجا مباحثی رو مطرح کردیم روایاتی ارز کردیم داره به تفسیر ابن عبی حاتم پرداختیم و اینا مطرح شده مرحوم این حاندسه نمتولاری به عنوان که یه قرینه اینا رو آورده حالا اون جایی که ارز کردیم رو رد میشم تا تا میرسیم به اینجا یعنی یه سری روایات میاره که مفسرینی از اهل سنت آیه ابلاغ رو درباره روز قدیر دونستن بعد به اینجا رسیدیم که فخر دارم یادآوری میکنم فخر میاد وجوه ارز کنم نزول آیه ابلاغ رو بحث میکنه بعد میگه الاشر دهمیش ده همیش نزلت هاز الایه فی فضل علی دهمین همین قولم اینه نه تا قول میاره ده دهمیش اینه ولما نزلت هاز الایه اخذ به یدهی وقتی آیه نازل شد دستش گرفت و قال من کنت مولاه فعلی و مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عادا فلقیه و عمر فقال هنی انلکی ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه بعد فخر میگه و هو قولو ابن عباس ابن عباس و برایا ابن عازب و محمد ابن علی حضرت باقر جذبم میکنه که قول اینا هست خیلی حرف مهمیه ابن عباس و کی ابن عباس و ابن از اصحاب حضرت باقر هم از ائمه شیعه و از بزرگان اهل بیت میگه این سه نفر این قولو داشتن نمیگه که خب نه, حالا بحثش این حصر نکرده که میگه این ستا این قولو داره از نظر فقر این ستا ثابتی که این قولو داره اینطوری بعد مرموم این همونسوی میفرماد که خب حسب تصریح فقر رازی صفحه 153 ابن عباس و برا و حضرت امام باقر سلام الله علیه قائل به نزول این آیه کریمه در واقع قدیر بودند و آن از عبارتش که شمس فی رابعت النهار هویدا و آشکار است که معلومه پس کلام رازی در مابد که دلالت دارد برای اینکه این وجه مثل دیگر وجود غیر اولاست یعنی اینکه ده تا نقله اینجوری نیست که این بر رو برتری داشته باشه میگه بلکه معاذ الله ممتنع است بلکه این امکان نداره ضرری به ما نمیرساند چرا بلکه برای راضی و اتباع او زهر حلاهل و سم قاتل است که از رد که از آن رد راضی بر ارشاد از باقر ثابت می شود و کفا بهی خزیان و خسارن و ذلن و شنارن و قبهن و تبارن و یه فشکشش می بعد می فرماد اینجا واردی بحث فرعی میشه که بر ارباب اقول و دین روشنی که امام باقر سلام الله علیه از ائمه طیبین و طاهرینه به این میخواد بپردازه که امام باقر شخصیت مهمیه غیر از اینکه حالا عرض کنم خدمت شما که ابن عباس و اینا هم گفتن بحث تا اینجا جلسه بیش گفته بودیم که بعد صفحه 150 میگه بلکه از قایت خس جسارت و خسارت مثل ابن الجوزی در کتاب موضوعات و اینا بعضی از روایات راجب اهل بیت و یادن بلا چکار میکنه قدر میکنه که ما یه سه جلسه راجب ابن الجوزی بحث کردیم اینجا به مناسبت مرحوم ایرها رحمت الله علیه راجع به شخصیت فخر رازی مباحثی میاره تا میرسه به اینجا میگه محمد ابن محمد که بشکن خاج محمد پارسا در فصل الخطاب گفته صفحه 158 دیم از جلد میگه قال الامام النهری رو المناظر المتكلم المتکلم رو المفسر صاحب التصانیف المشهوره فخر الملت و الدین الرازی او اینجوری گفته در تفسیر کبیر اینجوری گفته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فيه و وهو ان الرجس قد يزول عنا رجس گاهی از ما زائل میشه ولا يطهر المحل ولی گاهی محلش پاک نمیشه فقوله سبحان الله یذهب عنکم الرجس ای یزیل عنکم الذنوب وقوله سبحان و یطهرکم تطهیرا ای خلع الکرامه تطهیرا لا یکون و بعده تلوث میگه اینو کی گفته فخر گفته که دیگه هم از شما خطاها و اشتباهات و گناهان رو پاک کرده هم منشأش رو پاک کرده لذا شما اسمت دارید و اینو میخواد بگه فخر گفته که میخواد بگه بعدا فخر امام باقر مثلا اشکال کرده برای این داره این مطلب میاره ولی بعد اینو گفت که اینی که فخر تفسیرش رو تا سوره احزاب نوشته باشه محل اختلافه تا سوره یوسف مسلمه که فخر نوشته بعدش محل بحثه که تا کجا رو فخر نوشته بعدش کسی دیگه نوشته دقیقا فرمودی تفسیر فخر همش و خودش نوشته. اون بحث کوسر و اینا که مطرحه که تنها کسی که کوسر رو گفته فاطمه فخره فخر فخر نیست بعدیه که از یه رساله ای که زمخشری نوشته برداشته خلاصه اینجا مرحوم این همسه روایات داله بر این که آیه ارز کنم خدمت شما که ابلاغ راجبه قدیره رو اسنادش ذکر میکنه که چون بحث رجالی نمیکنه ما فایده نداره هی وایسیم روی اینایی که یکی بحث کنه تا میرسه به این عبارت که چون عبدالرزاق مهمه جمله شو میخونم باز که مثلا میگه عبدالرزاق ابن ارز کنم خدمت شما که رزق الله که یه همبلیه اونم میرزا محمد بدخشی در ایزاه لطافت المقال که در آجبش گفتن از اوزمای از اهل سنته در مفتاح النجا فی مناق آل الابا که این چند بار طالبش پرداختیم نه 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 اون نیست فرق داره این ولده سنه تس و سمانی. هشتاد و 809 این همبلی هستن اون متهم به زیدیگریه اون عبدالله زاقه بین همام سنانیه او هم همین روایت رو اوورده و مرحوم این حسین بعد از این حرفا میرسه به روایت نظام الدین قومی یا نظام الدین نیشابوری تا اینجا چی شد بس برای که گم نشه تا اینجا میگه آقا قرائن بر این که حدیث قدیر راجع خلافت یک آیه ابلاغ این علمای شما رو نقل کردن یعنی چیزی که شیعه نقل میکنه فقط شیعه نقل نکرده شما هم نقل کردید و اینجا نیازی نیست که بگه آقا قول حسری اهل سنت چیه شیعه یه نظری داره که اهل سنت هم بخششون حداقل نظر دارن پس نظر ما چیزی شاذ عجیب غریبی نیست خلافتش رو یا برای انگلزمانی اصطاد کنن چیزها که گفتن؟ چی فراموش دید؟ شما گفتید اینه که اسمی آره همه برای اینکه خلافت اضافت توزه دو قدیر با آیه ابلاغ میخواد محروم حسین بگه که آیه ابلاغ قرینه است که حدیث قدیر موضوعش خلافت که <تصحاب> حالا جلوتر هم بحث میکنه که چرا ما اینو میگم به خاطر این مثلا فان لم تفعل فما بلغت رساله برای موضوع عادی نباید باشه این بعد میرسیم می به روایت نظام الدین نیشابوری یا قومی که خیلی آ تفسیر مهم داره نظام الدین نیشابوری ذیل این آیه که آیه رو الان براتون اسمش قرائب القرانه ذیل این آیه یه حرفی زده کلا، این عبارت آیه 101 آل امران رو ببینید میگه و کیف تکفرون چگونه کافر میشوید و انتم تطلا علیکم آیات الله در حالی که آیات خدا رو دارید میخونید و فیکم رسوله و رسولش بین شماست یعنی وقتی آیاتو میخونید و فیکم رسوله دیگه جا برای کفر این یعنی دوتا حجت دارید جا برای کفر نیست نظام دین نشاهونی که بعد از پیغمبر چی؟ و فیکم رسوله نیست پس جا برای کافر شدن هست میگه نه خیر نفس پیغمبر و اطرت پیغمبر که جای خود پیغمبرن هستن اینجا میگه آیات و پیغمبر پیغمبر فرموده انی تار کن فی کتاب الله و اطرتی کتاب که هست اطرت جای پیغمبره خیلی حرف مهمی هم زده انسان از الدین شاوری در قرائب القران گفته چرا تازه چاپ شده اینو با آقای نورزی علامت بزنید من براش فرستاده بودم که اینو فیششو منتشر کنیم همین اینو از این حرفا زیاد داره خلاصه از ابقات صفحه چنده ابقات صفحه 167 بعد بین کسانی که قائل شدن که این آیه راجب حدیث قدیره میگه ایشون میفرماد اما روایت خیلی هم پرچمش میبره بالا چون نظام الدین چند جا از این حرفها به نفع شیعه ها گفته حالا سنیه ها ولی بالاخره گاهی طرف انصاف هم ده. اما روایت کردن نظام الدین حسن ابن محمد ابن حسین قومی ان نزول آیه یا آی رسول بلغ و انزل علیک در واقعی قدیر پس در تفسیر قرائب القران و رقائب الفرقان بعد تفسیر آیه ولو انهم اقام التورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم رب لا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه و وكثير منهم صااموا يع ملون اینجور گفته ولو انهم اقامو دیگه اینا اگر تورات و انجیل و قرآن و اقامه میکردن از آسمون و زمین براشون نعمت میبارید این کار نکردن زیل اون اینجوری میگه ثم امر رسوله بان لا ينظر الى قلة المقتصدين میگه پیغمبرش خدا هم کرد که به قلت مقتصدین توجه نکن و کثرت الم... و کثرت المعاندین ولایت خوف مکرهم از مکرشون هم حراس نداشته باش فقال یا ایها الرسول بلغ داره نظر رو میگه اینم باید فیش بشه علامت دادم باید تو این فیشا منتشر بشه اینم دومی بعد میگن ابی سعید الخدری ان هذه الايه نزلت في فضل علی بن ابی طالب اینم قول صحابی سوم آیه فلا آیه برده ابو سعید نگفته در قدیر عرض کن ببخشید نگفته که شأن نزول اینه این شکلی گفته گفته ان هذا الايه نزلت في فضل علی بن ابی طالب کرم الله وجه یوم قدیر خم فاحذر رسول الله ببخشید فاخذ ما مسکت شما اون آلبال گیراس میشینه فاخذ رسول الله به یده رسول خدا یدش رو گرفت دستش گرفت و قال من کنت مولاه و فاضا علی و مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عادا فلقیه عمر و قال هنی ان لک ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مامونه به مؤمنه و هو قول ابن عباس و البرا و محمد ابن علی نظام دین نیشابوری خیلی از فخر استفاده میکرده این عبارت رو نگاه کنید و هو قول همون دقیقا همون این تیکه رو از فخر گرفته ظاهرا مرگش یادم نیست ولی بعد از چیزه تو که خاطرم و تفسیرش از فخر گرفته ولی یه جایی حرف اینجوری هم داره بعد بر نهور صلی اللہ علیه و نام فی بعض اسفار تحت شجرتن و علق سیفه علیها شمشیرش هم آویزون کرده بود به درخت و عطاها عرابیون و هوا نائم پیغمبر خوابیده بود یه عربی ارا رسید فا اخذ سیفه و اخترته و قال یا محمد الله صلی الله من یم و کی به تو رو از من نجاتت میده فقال الله فرعدت ید الاعرابی دست عربی لرزید و سقط از من یدهی و ضرب به رأسش شجره حتی دماغ دماغه مغزش ریخ بیرون و نزل والله و الله یعصم و کمن الناس <تصفح> <تصفح> نه مو وجه دیگه یا یه دیگه است, است خب حالا دیگه اینکه مسئول نیست که هرچی ما داریم که او بیه که و لما نزلت آیه تو تخییر یا یا نبی قل ل که آیه تخییر چیه ان کنتون نترت نل حیات الدنیا وزینتها فتا علی امته کن اوسر رهن سرا انجمی را میخواد بفرستمتون برید فلم یعرضها علیهن خوفا من اختیارهن دنیا اینا آقا باید حتما فیش بشه اینا جا این سومی شده پیغمبر به اینا نگفت اینطوری چرا؟ چون دید اگه به زنهاش بگه ای میخواید برید دون... اینا دنیا رو اختیار کنند نزلد یا ایو الرسول بلغ یه قیلم اینه و قیل نزلد فی امر زید و زینب بنت جهش و قیل لما داره چی میگه نظام جنی اول قدیر رو قرار داد با اینکه از فخر گرفته بعد داره اقوال دیگر رو میار بعد بعد میگه مرحوم میرانسه صفحه 169 که از این عبارت ظاهر است که علامه نیسابوری در صدر اقوال شأن نزول این آیه کریمه از ابی سعید خدری نقل کرده در فضل علی ابن ابی طالب بعد پس به حتم و جزم و قطع و یقین ثابت کرده که نزول این آیه کریمه در واقعه قدیر قول ابن عباس و برا و حضرت امام باقر است بعد دیگه اینجا چون معلوم روش مرحوم میر حسینی که جایی که خوشحال میشه از حرفی که زده شروع کنه عربی صحبت کردن که وفیه روا العوام و دوا استقام و شفا الغرام یه نیم صفحه خلاصه عرض کنم عربی صحبت میکنه که تو همین فضا است ادبیاتش خلاصه به رخ میکشه بعد میفرماد و قطع نظر از اینکه قول به نزول آیه کریمه در واقع قدیر از ابن عباس و برا امام باقر حتما و قطعا از این عبارت سراسر بشارت ثابت شده تقدیم نیسابوری نیشابوری فهیم این قول سلیم را بر دیگر اقوال غیر مستقیم حسب ارشاد فاضل رشید دلیل سری هست به برهان سرید بر ارجعیت چرا؟ چون فاضل رشید خان کشتم این که ایزا الاطافت المقال داشت و شاگرد امین عبدالعزیزه گفته علامه عبالبرکات عبدالله ابن احمد ابن محمود نصفی صاحب کنز و دقائق در آخر کتاب الاعتماد فل اعتقاد گوید اینم پیش بعدیه کنارش نمیشته فیش بشه این شد چند تا آقا شد چهار تا آقای میرکو گفته که چرا این قول مقدمه چرا قول این قول بر اونایی دیگه مقدمه میگه به این دلیل که اول برکات نصفی معروف اینجور گفته فاضل ازش نقل کرد گفته که لا یفضل احد بعد از صحابه الا بالعلم و تقوا بعد از صحابه هر کی علم و بیشتره برتره بعد از صحابه و قیل فضل اولادهم هم الا ترتیب فضل آبا هم. برتری بچه‌هاشون نسبت به برتری باباهاشونه فانهم یفضلون علی به ترتیب الا ترتیب فضل آبام الا اولاد و فاطمه به فرزندان فاطمه فانهم يفضلون على اولاد عبیبک و عمر و عثمان لقربهم من رسول الله اینجاش مهمه این بعد فیش بشه لانهم الاطرة الطاهره و الذرية الطيبة الذين اذهب الله عنهم الرجس و تطهرهم تطهيرا اگر راجب زنان پیغمبر بود باید میگفتش که مثلا آیشه هم جزشونه البته میگم اون اینجا قاعدتا آیشه رو به عنوان صحابی جدا میکنه ولی بالاخره اینو تصریح کرده که اینا راجبشون این هست بعد دیگه در جلالت نظام دین نیشابوری مفصل مطالبی آورده که اگه بخوام واردش بشم خیلی جزئیات داره و مثلا یه جایش هم بحثای تمون دعوای هندیاست که مثلا فرض فرمایید که این کسانی که ما رو نقد میکنن مثل مثلا هیدر علی تو منتحل کلام حرفای فایزال نیشاب... نزادی نشاوری غلط قلط قلوت و کج و نقد کرده هی اشکال کرده و اینا که بحثاش جالبه ولی به فضای بحث ما ربطی نداره بعد برای اینکه بگه عظمت داره اینه که میگه وقتی میخوان شیعه رو رد کنن مثل صاحب مرافز که میگه اینها مثل کی مثل صاحب مرافض مثل خود شاه صاحب عبدالعزیز مثل امام المتعصبین مولوی حیدر علی فیضاوی اینا علامه نیشابوری رو در ردشیه بهش استناد میکنن یعنی یه مفسر قدر میدوننش چون اینا اینو مفسر قدر میدونن در ردشیه بهش استناد میکنن خب ما هم داریم بهش استناد میکنیم اینجوری نیست که یه آدمی باشه از تو جوب پیداش کرده باشه بعد مرموم این حامسان پرچمش میبره بالا میگه مقدمه خطبه شد بر تفسیرش میارم که ببینی چه آدم عظیم و شنیه که حالا من رد میشم تا میرسیم به عرض کنم خدمت شما که تا صفحه 225 اینجا اسناد میاره اسنادی که دلالت میکنه های تبلیغ یا ابلاغ به قدیره اسناد رو بحث میکنه و نویسنده رو معرفی میکنه بعد میفرماد همونجوری که فهمیدی آیه تبلیغ راجبه قدیره که این بگیر ببند و اینا خلاصه به چه دلیل بود بعد اشاره میکنه که مگر این که بگیم این بگیر ببند و والله آیه و که منن و نمیدونم و اللم تفل فما بلغت ما که الا حکم الامامت الذي هو اصل از اصل عظیم من اصول دین یعنی چون اصل دینی اینجوری شده بعد میگه در بهار اینطوری اومده میگه در بهار اومده المسلك الخامس ان الاخبار المتقدمه دال على نزول قوله تعالی یا ای رسول بلغ تا آخر مما يعين ان المراد بالمولا الاولا علامه مجسی میگه میگه از این آیه معلوم میشه که مراد از مولا اولاس و والامام؟ و امام لان تهدید و انه ان لم یبلغ و لم يبلغ شيئا من رسالاته و ضمان الاسمت له یجب ان یکونه في ابلاغ حكم یکونه به ابلاغه اصلاح الدین و دنیا لکافت الانام و بهی یتبین لناسه یتبین لناسه الحلال والحرام الحرام الى یوم القیام و کان قبول او صعبا علی الاقوام سختش بون بود بپذیرن و لیس ما ذکر او من الاحتمالات فی لفظ المولا مما یظن فیه امثال ذلک فلیس المراد الا خلافته و امامته از بها یبقا ما بلغه من احکام دین و بها ینتظم امور المسلمین و زقائن الناس لامیر لعمیر اینا بود که پیغمبر می و مثلا برای اینکه فلان حکم رو بگه چه ترسی داره پیغمبر چه ترسی داره پیغمبر که مثلا والله یعرسه ما که من الناس آیشه میترسه که مثلا به ترس که برو بهش بگو که تخییر دارید دلاغتون بدم یا ندم ندار. جا نداره اصلا این این اموره دیگه بعد مرحوم علامه هم آخرش میفرماد که این تو جلد سی و هفت صفحه دیویز چل و که این مزنه اثارت الفتن من المنافقین مزنه اثاره فتن از منافقین فلذا ضمن الله له الاسم من شره دیویز و چهل و نوه جلد سی و هفت تحلیل مرحوم مرحوم مجلسی میاره که اینجا چون استدلال نداره تحلیل مرحوم مجلسی هم بیاره می تونست خودش بگه علامه میراموسنی رحمت الله اینجوری نیست که چیزی به اسم خودش من موند. علکی بگی بعد اینجا چند تا عبارت مهم هست این که حضرت رسول تنگ دل شدن از اینکه بگن اینا رو نگن به چه دلائلیه؟ برای حضرت رسول که محبت امیرالمومنین واضح بوده زن دوست داشته امیرالمومن معرفی کنه چی باعث شده نگه از ظلم ظالمان و حقد حاقدان لذا میگه که ابن مردوی در کتاب مناقب علی اینجوری گفته علامان و قلعن یعنی من ندیدم کتاب قاعدتا اینو مثلا از در منصور دیده گفته که زید ابن علی گفته لما جا جبرائیل به امر الولایه ذاق النبی صلی الله علیه و علیه و به زرعن قومی حدیث و عهدن به جاهلیه قوم من تازه از جاهلیت اومدن اینا تحمل هر حرفی ندارن این کاملا نشون میده که اگر این روایت باشه آیه راجب امیرالمومنین باید باشه که اینجوری باشه اصلا یعنی حدیث العهد به جاهلیه هستن بعد ایشون میفرماد بعد از چند تا روایت دیگه که در این زمینه میارد که مثلا یارب انما انا واحد کیفه اصنا و, و علی الناس مردم علیه ما قیام میکنن فنزلت و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک اینا در دور المنصور و اینا اومده چیه از چی میترسه پیغمبر پیغمبر که خودش نمیترسه که هر بلایی سرش بیاره بکشنش بعد می محتجب نماند که به مفاد دل حدیث یا فسر و بعضا و بعضا بعض که سابقا از فلان از فتح الباقی من منگو باری منقول شد دیگر ائمه سنیه جا به جا به آن عمل مینمایند حمل این هر دو روایت بر واقعی قدیر نظر به روایت جمال الدین محدث و هر دو روایت ابن مردوی که یک شما خوندن و روایت از دور منصور و فلان همه رو با هم جمع کنین معلوم میشه که حضرت از چی میترسید نگران بود از اینکه اینا راجب خلافت بخوان دعوا کنن دیگه و معنی نداره خدا هم بگه که اگه این کارو نکنی چی میشه هم نترس خوف شدید داره و دانست که مردم معاذ الله تکذیب آن حضرت خواهند کرد و آن حضرت به درگاه الهی است که ای رب جز این نیست که من تنها هستم چگونه کنم اجتماع خواهند کرد بر من مردم یعنی مردم قیام میکنن دین از بین میره و این همه جا؟ نه مثلا, مثلا یه حکم میخواد بده مثلا این گوشت حرامه حلاله مثلا, تو مثلا تو دفعات قبلی تو تو مختلف. آقا قدیر به خاطر اینکه یه جمع عمومی بیعت گرفتنه ببین یه وقتی نظر میده یه وقت رهبری راجع به FATF میگه که آقا قوانین ای پولشو اینا میخواین داخل نصب خودتون قوانین مشابهشو داخل درست کنیم یه وقتی فرض کنید الان ایشون بگن حکم حکومتی لغو شد این خیلی فرق داره با درسته تو دفعات پیش امیر معرفی کرده اینجا میخواد دیگه بیعت بگیره کار تمام هست الان الان دیگه اگه اینا ساکت باشن کار تموم میشه میگه ایشون میگه اگر حضرات اهل سنت مکابرتا گویند که این خوف از صحابه نبود بلکه از کفار بود جان نداره اصلا چرا جان نداره اولا کفار هم خوردن چه اجازه دست پیغمبره ثانی چی میخواد به پیغمبر که کفار اذیتش بخوام بکنن چی میخواد بگی و اتفاقا قابل جمعه که خوف از کفار و منافقان واجه جو اینجا اونا هم دستن و انصافا حالا ما باشیم بین خودمون و خدا از آیه ابلاغ اصلا ما سنی باشیم چه چیزیه که خدا این بگیر به من داد و پیغمبر مطرح کنه؟ چی ب... چیو بگو؟ از چی میترسه پیغمبر؟ شما میدونیم ترس پیغمبر یقینا شخصی نیست ترس پیغمبر ترس از عدم ادایت و زلالت و تقیانه دیگه چی بگه؟ کدوم حکم شرعی؟ چی؟ حکم که ترس ازش بیرون نمیده نه هیچ کدوم جز خلافت چیزی نیست نمیخوره یعنی اگه ما سنی باشیم بعد بگیم ما تفسیر خوبی نداریم برای این حرف شیعه های تفسیر خوبی دارن ما هیچ تفسیر خوبی نداریم برای چی آخه خدا پیغمبرش بگه والله و و بعدم نیازی نیست بگیم همه یه صحابه بد بودن همین که ادهی حدیث الاهده به جاهلیان بس بله حالا اون کمتر نقل کرد بعد از مرحوم امام حسین میفرماد که ایشون در حیات خود حیات خود هم از ایشان خائف بود بعد وفات آن سروت دین نبوی را در هم بر کردند و فلان چه ظاهر است که اگر آن مخلص... که اگر مخلصین بسیار بودندی چرا آن جناب از منافقین چند که قلیل و ذلیل بودند خوف میفرمود منافقین کم نبودند <تصح> که اینجا همون مبا... در واقع اینجا بحث خودش رو مطرح کرده میفرماد پس ثابت شد که این امر بسیار مهم عظیم و عظیم و جلیل و از سایر امور تبلیغی اهم و اعظم بود و به همین جهتم هم و بعد هم با تمام حرف ما میزنه من محاضا به حضرات سنی میگویم که خود, خود شما را حکم کردیم و فرمایدان کدام هم بوده که جناب رسالت مهاب صفحه 21 در ابلاغ آن خوف ضرر خود نموده و دانسته که ثواب تکذیب آن حضرت خواهند کرد و خواهند گفت سنه ابن امه مثل آزا بعد از این بحث یعنی فقط در اون جاهایی که مسائل حساسه تکذیب میکنن عمر میاد میگه که قد غلبه الوجه علی متحریم میگه امام در اون شرایط آخر حالش خوب نبوده یا ای آقای منتظری زده ناکار, ناکار کرد یعنی برای نپذیرفتن نست کلام بعد بگی مریض بوده حالش خوب نبوده نه همون شرایط دیگه مردم فهم میکنن عمر چه جوری گفته قد قلب آل همین مثل علی متحری گفت این همینو رو گفت دقیقا این همون اصلا خوبی تاریخ اینه که شما خیلی چیزایی که باور نمیکردی باور میکنی میبینی امام،, امام 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 که آلم ورداشته اول انکار میکنن نسو وقتی نمیتونه نسو انکار کنه چون زایه میشه چون میبینه صد احمد رو این وسط کرده آشقال کرده فتنگر جائل میگه که کاش امام نمیگفت یعنی چی کاش امام نمیگفت یعنی حرف خوبی نزد چجوری امام حرف خوبی نزد؟ حالش خوب نبود قد قلب الوجه وجه همینو گفتیه حاضر حرف خوبی نزد پیغمبر روش نمیشه که حرف خوبی نزد میگه قلب اول تو این زمان نباید حرف زد یعنی حرف خوب نیست دیگه این حرف امام اساش خورد بوده حالا چیزی گفته اون موقع رومون نشده حرف بزن دلالت نداره بله خدا همشون رو با هم مشهور کنه <تصفح> نزول آیه اکمال در قدیر خوم قرینه دوم نزول آیه اکمال که این الیوم اکمل تو چی شد جواب که ندیدم میگن چون اون احکام فرعی نازل شده این احکام فرعیه که آقای جوادی ما و دیگران بارها گفتن که این احکام بار تاکید اومده یه بار دیگه هم در قرآن نازل شده اونجا تاکیدن پیغمبر فرمان چون تو قرآن دو بار اومده اون آیات آیات اوهل لکم و فلان پس معلومه ای که این حتی این احکام هم نبوده تا ز این احکام هم بود مثلا منظومه دین بگه خدا باشه وضو رو پس ارتماسی هم اینجوریه علیه هم اکمل تا لکن <تصفح> قبلا اومده بوده اینا با هم خیلی جور این ادعای شیعه حتی داستان باشه داستانی که سرتش به هم میخوره حتی داستانش و داستان شما سرتش به هم نمیخوره دلیل دوم که آیه علی هم اکمل تولکم دینکم و اتمام تو علیکم نعمتی و رضی الاسلام دینا که صفحه 231 ما بعد بیان فرمودن جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مولاییت امیرالمومنین علیه السلام را نازل شده دلیل کامل و برهان تام مشاهده رضی و حجت وزیست بران که جناب رسول خدا در قوم قدیر بر خلافت حضرت نص فرموده دلیل نزول آیه اکمال به روایت ابن مردوی نزول آیه اکمال به روایت ابو های اصفهانی رزو آیه اکمال به روایت ابن مغازلی اختب خارزم صالحانی اول فتح نتنزی بعد برای اینکه مثلا ها رو یکشون علامه علامت زدم چون کمتر بحث شده و به بحث هندی جات رب داره تو صفحه 238 وقتی میخواد بگه نزول آیه اکمال به روایت صالحانی میگه مولوی سلامت الله شاه سلامت الله دهلوی که مرکت الارا داشت او در موردش اینجوری گفته گفته روایت صالحانی که از توضیح و دلائل سید شعب الدین احمد فلان بعد مصدق معتقد اهل سنت و مکذب مزعوم شیعه است چه از روایت مذکوره میخواد به که ببینید سنی هم روایت اهل بیت قبول دارن استناد شاه سلام الله دهلوی به کیه به صالحانی میگه ببین من از کسایی دارم روایت میارم که خودتون قبول دارید که اصلا جا نداره که شما بخواید رد کنید میگه ببین روایت رو قبول دارید پس هرگاه همین سالانی که شاه سلامت،, شاه سلامت در نهایت تعظیم و تبجیل و فلان در رفع قدر او کوشیده او را ملاز و ملجع قرار داده در حق ابن باب وی به مقابله او حرز سرایی داده که مثلا پیمین شما ما رو فوش میدید دلکی او گفته نزول آیه علیام اکمل تو در واقع قدیر است و همینطور هموینی گفته تا میرسیم به این عبارت که مهمه اینجا باید بحث آیه اکمال روایاتی داره بر اینکه که راجبه امیر و قدیر بعد میگه که ابن کثیر چیکار کرده تکذیب کرده این ابن کثیر در الودای و میگه محتجب نماند که حافظ اماد الدین اسماعیل ابن عمر دمشقی شهیر به ابن کثیر شامی از جهت کسرت تعصب به رد روایت نزول های علیه تو در واقع قدیر که خودش از سقات روات سهاه نقل کرده پرداخته از راویان سقات سها هم سقه هستن هم راوی سها هن نقل کرده ولی رد کرده و تکذیب کرده بلکه به سبب غلیان و ثوران اناد ارز کنم که حتما و جزما محض کذب دانسته چی گفته؟ گفته اما الحدیث و لوی رواه و عن ان ابن شوذب ان متر الوراق ان شهر ابن حوشب ان ابی هریره که بعدا مرحوم میر یکی یکی این رو نشون میده سقه گفته لما اخذ رسول الله به ید علی قال من کنت مولاه و فعلی مولاه فانزل الله عز وجل جل اكملت و اکمل تلکو روایت رو و قال ابو هریره هو یوم قدیر خمن خم من سام یوم ثانی اشر من ذل حجه من ذل ابو گفته کسی که روز هیجده زی حجه یعنی دقیقا روز قدیر که این آیه نازل شده روزه بگیره کتب لهو یا <coughs> کتب لهو سیام و ستین شهر روزه شست ماه و براش می نویسن. این روایت ابو هرای ابن کثیر میگه فعن انهو حدیثون من جدا بل کذبون با اینکه سنتیه؟ صحیح بلکه ازبون ما ثبت فصحیحین برای اینکه مخالف ما ثبت فصحیحین یعنی معارض داره ان امیر المومن عمر ابن خطاب ان هاذه الايه نزلت فی یوم الجمعه يوم عرفه این آیه در روز عرفه نازل شده در بخاری اومد و کذا قوله دوتا اشکال میکنه یکی معارض صحیحینه که قدیر روز عرفه است خب خیلی جالبه که مثلا اینجا کی داره این حرف میزنه عمر داره میگه دیگه عمر این طرف دعواست حالا غیر از این که حالا خیلی قشنگ جوابشو میده معارض نیست اصلا چرا چون روایت قدیر اتفاقیه همیشه یه نقد هم اهل سنت این یکی فرمال صحیح اینه مال ما دیگه نیست که اصلا معارض باشه تو دلیل با ما بحث میکنی حالا برای خودشون هم که بخواد بحث کنه میگه همینطور این تیکه که سیام اون روز روزه اون روز معادل شست ماه لا یسه لانهو قد ثبته فصحیح ان سیام شهر رمضان به اشرت اشهر چون روزه روز, روز رمضان بنز ده ماه نمیشه روز قدیر شست ماه باشه چرا چون اون واجبه مثلا روزه واجبه کیفه یک اون ف... ف... سیام و واحدن یه دل و ستین شهرا یه روز شست ما باشه ما رمزان ده ما باشه حاضا باطلان وقد قال شیخون الحافظ ابو عبدالله ذهبی بعد ایراد حاضا الحدیث حاضا حدیثون منکران جدن ذهبی ج... هم گفته منکر جدن رواه و حبشون الخلال و احمد ابن عبدالله و هما صدوقان علی ابن سعید الرملی ان زموره و یروی هاز الحدیث من حدیث عمر ابن خطاب و مالک ابن فلان اینا به اسانید واهی نقل کردن ذهبی نقل میکنه و صدر الحدیث متواترون صدر حدیث متواتره که خود حدیث قدیره ان رسول الله قاله یقین دارم پیغمبر حدیث قدیر رو فرموده اما ها و سوم فلیسه به میگه این روزه صحیح نیست ولا والله نزلت آیه یوم عرفه قبل قدیر خوم ارز کنم خدمت شما به ایامن فالله و الله مثلا آیه هم چند روز قبل از قدیر نازل شده مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله برای اینکه رد کنه میفرماد که خب صفحه 242 اولا روات سقن یکی یکی بحث میکنه که من نمیخوام بگم میگه زموره ترمزی و ابو و ابن ماجه و نسایی در سهای خود ازش روایت کردن همچنین این ائمه اربعه از عبدالله ابن شوزب در سهای خود روایت میکنن از متر وراغ همین چهار بزرگ و ابن حبان و مسلم در سای خود روایت میکنن و از شهر ابن حوشب نیست هر چهار و مسلم روایت کردن و بعد یکی یکی وساقتاشون رو بحث میکنه میگه شما ها گیجید که میرزا مختوم در نواقض گفته من حفوات هم کتب الاحادیث سه ها علتی تلقت الامتو به قبول به شیعه ها فوش میدن چرا روایت ما رو قبول نمی کنید میگه <تص> آقا این روایت خودتون نقل قبول نمی کنید اون کسا روایت ما نیست بعد یکی یکی شروع میکنه به این که این آقایون وساقتشون چجوریه و حالا خب بعضی ها رو نمیخوام بخونم برای اینکه از بحث خارج میشیم مثلا فضل ابن هم یه شوتی زده گفته اصلا شیعه ها اینو جل کردن یا آقا این راویان خودتونن اگه بزنی چیزی نمیمونه بفهم داری چی میگی بعد مثلا میفرمند حافظ عبدالغنی مقدسی در کتاب کمال فی معرفت الرجال الکمال فی معرفت الرجال که این کتاب تازه چاپ شده در ده دوازده جلد ده جلد اصلش نبوده سالیان تهذیب الکمال مزی از روی اینه بله بله تهذیب الکمال از روی الکمال بعد تهذیب و تهذیب و بعد تقریب و تهذیب و اینا بله عرض کنم که اونجا عبدالغنی مقدسی میگه زموره ابن ربیعه الفلسطینی ابو عبدالله الرملی مولا فلان تا ارز کنم که همینجوری میارن مثلا احمد حنبل گفته من از ثقات المعمونین رجلون صالح الحدیث ابو حاتم گفته صالح یکی یکی راویان و وثاقتش رو بحث میکنه میگه سنت صحیحه به چه دلیل شما رو رو رد میکنی؟ به دو دلیل میتونی رو رد کنی تعارضش با قول عمر و بحث ثواب روزش لذا من این که راجع به یکی که راویان بحث کرده و ساقتشون اثبات کرده رو رد میشم دیگه مشخصه دیگه الان رو میشه رفت دید همشون اقلش اینه که یا سقه هستن یا محل اختلافن به این راحتی نمیشه رد کرد قولشون. مفصل راجع به وساقت اینا بحث میکنه خب بعد میگه بطلان گفتار ابن کثیر در صوم قدیر اما زم عدم جواز زیادت ثواب صوم غیر ماه رمضان بر ثوابی که برای ماه ذکر شده اینجوری بود دیگه میگه چرا روز رمضان که واجبه روز ثوابش کمتره پس بطلان آن بر کسی که اندک بهره از تتبع و تفحص برداشته مخفی نمیماند که جا به جا ثواب زاید از این مقدار برای صوم غیر ماه رمضان ثابت کردند مثلا نورالدین حلبی شافعی در انسان العیون فی سیرت الامین المعمون میگه که در روز بعثت پیغمبر کتب الله من صام یوم سب و فی من رجب کتب الله له سیام ستین شهر شهست ما روزه میدن و یه بز مبعث و روزه بکری دمیاتی هم در سیرش همین باز آورده بعد میفرماد که نه آخه ابن کسی قبول نداره که فایده نداره میگه اولا عده آوردن بعد حالا سب کنید بیشتر میاره الانش عمدن این روایت رو آورد چون شست ماه توش داشت به جهت اینکه همون بود اولین آوردن که این اولویت داشت بعد میگه که خب خب و... ما که با ابن کسی فقط عوان هم. این ما خوب. که قرار نیست قول ابن کسی رو بپذیریم میگه وقتی علمای شما پذیرفتن پس تو نمیتونی بگی باطله چون نظر شخص تو حالا بعدش عجیبه بعد مثلا فرض کنید افراد دیگر رو میاره مثلا فرض بفرمیم شیخ عبدالقادر جیلانی این چون صوفیه و هندیام هم قبولش دارن میگه که روز 27 رجب چه ثوابی داره که همون شست ماه نقل میکنه بعد از این میگه خب حالا این شست ماه بود تازه برای سیام دیگر ایام ماه رجب هم بعد برای ماه رجب میاره که مثلا هم 27 رجب دیگه 27 رجب که بعد ایام دیگر ماه رجب یه در غنیت و طالبین روایت داریم که ان شهر رجب شهر عظیم من سام منها یومن اگر کسی یه روز روزه بگیره کتب الله تعالی له سوم الف سنه هزار سال این علمای کی هن اینا که اینا رو آوردن بعد باز دوباره میگه زندویستی هم در روزات العلماء قبلا یادتون باشه از این مطلب نقل کردیم که این رجبن شهر عظیم فمن سام منه سلاست کانه سیام سنه بعد روز عرفه ول بله نمیکنه که در برای روز عرفه سوا بسیار که زاید از این مقدار است اون اولی فقط به جهت مشابهت شسمه آورده بود بعد میگه زندویستی در روزات العلماء آورده که مثل سیام سنتین روز عرفه روز گرفتنش دفعه 274 بعد تا میرسه به سم کل شهر ثلاثت ایام از این سه ماه رجب شعبانینا در هر ماه سه روز و روزه بگیر بعد میرسه به این جایی که یک تبلکه به اول یوم ثواب و عشرت آلاف سنه ده هزار سال به یوم ثانی ثواب سلاسین الف سنه به یوم ثالث مئت الف سنه بعد میگه برای روز آشورا هم که ثوابای حیرت انگیز دارن میگه بگردی بازم پیدا میکنی تاجم کنی و این ربطی نداره که اون از چه جهت این از چه جهت بعدم این همه علماتون گفتن ما که مقلد ابن کثیر نیستیم یعنی همون بحثی که تو بحث میگن که آقا یه روایت صحیح در مورد شهادت از زهر بیارید این یه دور باطل هایی کسی دور بیفته توش که بعضی متوجه نشدن افتادن تو بگی این روایت صحیح اون های کرده فلانی گفته دلالتش فلانه که نه ما باید یه حرفی بزنیم که قول همه باشه همچین چیزی نداریم اصلا یعنی یه بازیه متاسفانه خیلی متوجه بازی اونا نشدن بعد میگه خب در نزهت المجالس هم جالب میگه مکتوب فت تورات من صام یوم آشورا ف انما صام دهر کلو این همه شما دارید بعدم تو کتابتون برای ترغیب ترقیب مردم به روزه اینا رو نقل میکنن علماتون تو تو به اینجا میرسه یو هنگ میکنید بعد در مورد اینکه که معارضه روایت با حدیث صحیحین این که روز قدیر یا روز عرفه میفرماد که پس جواب آن است که بعد تسلیم حدیث صحیحین این از قد و جرح اولا اگر حدیث صحیحه این قد جرح نشه هم به جهت اینکه که عمر یه طرف ماجره است هم باید سندش رو نگاه کنیم شما میگید تلقی اومد به قبول ما که بحث کنیم روزی تلقی اومد به قبول ما که قبول نداریم و قطع نظر از عدم صلاحیت اش با این روایت متفق علیها بین الفریقین این, این روایت شیعه قبول داره سنی هم روایت کرده اون روایت فقط خودتونه جا نداره با ما مقابله کنی با این حال محتمل است که این آیه شریفه دو مرتبه نازل شده باشد این یه جوابش یه دو بار نازل شده و مثل این احتمال رو اهل سنت جاها ذکر کردن نه ما اگر بخوایم به شیعی جواب بدیم که قول عمر و قول بخاری که هیچی میگه شماها دارید که گاهی میگید دوبار روایت شده چون دوبار روایت شده امکان که داره

تو منابشیه تو روز عرفه شده ولی شده. نه روز برای اهل سنت نه تو شیعه هم گفته که نقد شده ولی یا رجالی مشکل دارن یا هم که مشکلاً ضعیف زعی... یا مخدوشه دو مرتبه نازل شده رو گفته حالا دیگه دیگه ما امام می‌خواستن فرموده دیگه ما باشیم میگیم آقا این روایت رو عمر اگر از عمر نقد کردن عمر یه طرف ماجراست و و برای کتمان واقعیت چیز داره احتجاجی داره نه نه آره ما میگیم که اصلا عمر برای اینکه بگه روز عرفه است انگیزه داره و اینکه روز عرفه چه اتفاق خاصی افتاد که علی اکبر تو چه اتفاق خاصی افتاد ابن جوزی آها من رو مثلا میفهمم سبت ابن جوزی بالخصوص خصوص در این آیه احتمال دو مرتبه داده بر من میگه یه سبت در تذکرات الخواص گفته این آیه دوبار نازل شده که مثلا تو روز هم نازل شده برای باز در صورت یه بار نازل شد اصلش یه بار نازل شده دیگه به ما باشه همه حرف مرحوم امام حسین اینجوری میگه میگه ب... ب... پس جواب آن است که بعد تسلیم حدیث صحیح اولی که حدیث صحیح ما قبول نداریم از قد حجه بعد از این و قطع نظر از عدم صلاحیت معارضش که معارضم نیست میگیم این که ابن جوزی گفته یعنی چی یعنی ما اون تسلیم اونجا گیر داریم اونجوری رد میکنیم بعد میفرماد خب روایت ثواب صوم یوم قدیر را که دیگر اهل سنت هم نقل کردند که مثلا تا اینجا دیگه سید علی همدانی در مودت القربا رو میگه و اختب خارز در مناقب علی مثلا همدانی در مودت القربا خیلی مورد قبول اهل سنت نیست ولی اختب خارز به عنوان که هنفی برجسته که مناقب ابو حنیفه نوشته چرا مورد نظر هست که میگه اینا هم نقل کردن قرینه سوم شعر حسانه که روا... مثل این یونادی هم یوم القدیر نبی هم به و اسم به رسول بر رسول منادیا که چی فرمود یقول فمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدو هناك تعاميا الا حکم اولانا و انت ولی یونا و لم ترم انا فل ولایت آسیا هرچه شما میگی قبول فرمود فقال له قم یا علی فاننی رضی تو من بعدی اماما و هادیا که این واضحه بعد اینی که چه کسانی روایت از سانو آوردن رو نقل میکنه که میگه اینم باز قرینه است ما تو قرائنیم بحث برای اینکه گم نشه اینجوریه میگه حدیث قدیر مولا لفظ مشترک بین چند کلامه درسته اول اثبات کردیم مولا معنای اولا هست یا نه یا متصرف ولی هم رو اینا بعد حالا قرینه برای اینکه تو بین این چند تا معنی حقیقی کدومه داریم قرار نازک میکنیم یه راهی هم ما رفتیم که اون جلسات اول گفتیم گفتیم با جمله اسمیه و فعلیه و بعد انشایی و خبری و بعد اینکه معنای ارز کنم خدمت شما دلالت مطابقی و التزامی اون هم یه مسیره که بعد یک رو مکتوب کنیم اونو نگفته مرحوم اینو میرحام دوستانی رحمت الله یه قرینم پس این شعر حسانه که اسناد این شعر حسان رو برمیداره میاره که خیلی واضحه دیگه از همین جمله امامن و هادیا خیلی واضحه بعد بالاخره یه صحابیه دیگه یه صحابی وقتی شعر گفته در روز قدیر فهمش از واقعه چیه دیگه هستان وایسای نگاه کرد یه شعر گفته بعد شعر قیس ابن سعد ابن عباده است که دیگه من اینجا بحث و نگر میدارم امیرالمومنین صفحه 321 یه محبت